صدور احکام اعدام معترضان حوادث اخیر در ایران و اجرای آنها خارج از عرف جاری حقوقی محاکم قضایی برای پایان دادن به اعتراضات خیابانی موج جدیدی از تنش و بحران میان مردم و نظام ایران را دامن زده است. جزیات بیشتر در گزارش همکارم سعید بهاری. خبر اجرای اولین حکم اعدام یکی از معترضان حوادث اخیر در ایران بار دیگر تنش میان مردم و حاکمان نظام ایران را شعله ورتر کرد. محسن شکاری، جوان 23 ساله ساکن شرق تهران به اتهام بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن سطحی یک معمور به اتهام محارب به جوخه اعدام سپرده شد و این حکم بامداد 5 شنبه 17 آذر اجرا گردید. نظام قضایی ایران در تلاش است با اجرای احکام اعدام مانع از تداوم حضور خیابانی معترضان شود در ادبیات رسمی خبرگزاری ها و سایت های همسو با نظام ایران از این اعتراضات به اختشاشات نام برده می شود و اکثر دستگیر شدگان عوامل دشمن خوانده می شود. اخبار رسیده از شبکه های اجتماعی و رسانه های نزدیک به حکومت ایران حکایت دارد که دست کم 20 نفر از متهمان اعتراضات اخیر که توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند زیر حکم اعدام هستند و حتی ده نفر ایشان احکامشان در مراحل نهایی نیز تایید شده است. یکی دیگر از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر که زیر سایه اعدام به سر میبرد جوانی به نام ماهان صدارت مدن است که گفته می شود حکم اعدام او هم تایید و در مراحل نهایی اجراست. سلام آقای اجی شما رو قسم میدم به بزرگی و انتشار ویدیو سخنان التماس گونه دو مادر بزرگ این جوان 24 ساله در شبکه های اجتماعی خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران موجی از اعتراض و خشم در شبکه های اجتماعی را به راه انداخته است گفته می شود که خانواده ماهان صدارت رضایت مأمور مجروح شده توسط ماهان را هم اخذ کردند اخبار غیر رسمی حکایت از تعویق اجرای حکم اعدام ماهان را دارد و به نظر می رسید با موج اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام قوه قضایی ایران در این خصوص کمی دست به اساتر عمل کند اما خبر اجرای دومین حکم اعدام امروز در مشهد آن هم در ملع عام همه انتظارات را به هم ریخت مجید رضا رهنورد متهم به مشارکت در قتل دو بسیجی در مشهد بود که امروز صبح اعدام شد. شبکه های همسو با نظام اعترافات او را پخش کرده بودند اما مخالفان نظام پخش اعترافات را با پسوند اجباری فاقد اعتبار حقوقی و قضایی می دانند. و در موارد متعددی اعتراف کنندگان پس از آزادی تایید کردند که تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده بودند. از سوی دیگر کاربران حامی نظام ایران هم تلاش می کنند از این احکام دفاع نمایند و برای استقرار آنچه نظم و امنیت در شهرهای ایران می دانند صدور و اجرای احکام قاطعانه قضایی را ضروری می دانند. همزمان برخی از فقها و حقوقدانان برای تشکیک در مبانی فقهی و حقوقی احکام محاربه و نقل فتاوای مراجع تقلید در تشریح جزئیات و کیفیت شناخت محاربه و محاربه در شبکه های اجتماعی مطالبی را نوشتند و متقابلا حامیان این احکام قضایی از صدور احکام محاربه دفاع کردند. سعید بهاری اخبار